الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. برادر بزرگوار و گرامی جناب استاد محقق، روحانیون محترم، علمای قدرمند، شخصیت‌های حاضر در مجلس، برادران عزیز، خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میلاد با سعادت حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، سال روزشه خدمت همه شما و همه مردم افغانستان و مسلمانان جهان تبریک به عرض می رسانم. و در این روز خجسته به روح شهدای افغانستان اتحاف دعا می کنیم. علمای کرام و دانشمندای زیادی در این مجلس حضور به هم رساندن، از این که به ما هم موقع و فرصت چند لحظه در خدمت شما بودن دادن. تشکر میکنم از برگزار کننده های مجلس و همچنان تشکر قلبی دارم از اونایی که مجلس با میمنت برگزار کردن و ادای وجیبه دینی کردن با یاد بود از اسوه حسنه ای که خداوند دوره بر عالم بشریت تحفه فرستاد. و ما هم در گذشته ها که معرفی میکردن، حال یادم آمد شاید در امیجی هم صحبت داشتیم، باز میگفتن کاندید احتمالی و ترا حال از گپا خلاص هستیم، اما میگن کاندید او محدودیت نیست. اما ما در حضور شما بعیس یک مسلمان و بعیس یک افغان امروز صحبت میکنم و در این افتخار بزرگ معنوی عالم بشریت خود هم بعیس یک مسلمان شریک در پهلوی شما میدانم و سخنای من روی امی مسئله ای که بحث امروز ماست روی امی تمرکز خواهد داشت و روی آیه مبارکه ای که من به محتوایش یک اشاره مختصر داشتم. خداوند پاک فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در پیغمبر خدا برای شما یک الگو، یک نمونه، یک مثال نیک بودن. چرا بشریت به مثال انسان به مثال و الگو ضرورت داره؟ خب ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کدام عصر به دنیا آمد، چه فضایی بود، چه محیطی بود در عصر جاهلیت و مبعوث شد به پیغمبری، درباره ازی شما میدانیم. وقتی اصل جاهلیت میگیم، از بت پرستی تا پرستش جن تا پرستش انسان تا زنده به گور کردن دخترها تا به همه اینها جزء رسم و رواج جاهلیت بود و این چراغ برای عالم بشریت در امطور یک محیط روشن شد. چرا ما بعد از 1400 سال هم ضرورت داریم، حتی ضرورت بیشتر به ای داریم که پیغمبر خدا را صلی الله علیه و سلم بشناسیم و بهتر بشناسیم؟ اول انسان ها طبیعتاً به یک الگو، به یک مثال ضرورت دارند. این در طبیعت بشری است و خداوندم برای ارزای امی طبیعت و خواسته بشری اسوه و الگو فرستاده بر ما و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اسوه و الگوی کامل بوده بر بشریت. این طبیعت انسان است که میخواهد ببینه و از مثالهای خوب پیروی کنه. کمبودای خود انسان میتونه با پیروی از یک نمونه و یک مثال خوب اصلاح کنه، نقص خوده.
آسیب پذیری هایی که بشر داره، انسان داره، او را میتونه از او جلوگیری کنه. و ده ها مسائل دیگه که بمی اساس است که ایج خداوند پاکم در آیت کریمه از اسوه حسنه، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با عنوان اسوه حسنه یاد میکنه. ای تنها به او اثر نیست که به عصر صدر اسلام متعلق بوده باشه. امروز هم ببینیم که چطور از این اسوه، از این الگو ما میتونیم که بهره ببریم. دوره کودکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای کودکای ما، برای فرزندای ما یک نمونه خوب است. دوره جوانیشان برای جوانای ما مثال بسیار برجسته و بارز است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بین جوانا خود خوش احساس می کرد، جوانا را هم رهنمایی می کرد. زندگی خانوادگیش برای خانواده ها نمونه است. سیاستش برای سیاست مدارها یک نمونه است. رفتارش با غیر مسلمان ها برای مسلمان ها یک نمونه است. رفتارش با اسرا، با اسرای جنگ، امروز امو رفتار کس تعقیب بکنه ببینیم. این در قالب حقوق بشر هم امو مسئله است که امروز از او تعریف های دارن. هرچی که تفصیلش بتین، او یک نمونه کامل بوده رفتار پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. با بزرگان قوم چه رقم رفتار میکرد، با همکشان خود چه رقم رفتار میکرد، با مربوطین کشها و ادیان دیگر چه رقم رسول خدا رفتار میکرد. به نسبت امیز که امیز ضرورتی که بشر برای همیشه داره برای آموختن از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، که ما این روز تجلیل میکنیم و این روز و این نمونه و این اسوه باید در زندگی ما تنها مربوط به یک روز نه، بلکه بر همه حوقات زندگی ما باید که سایش گسترده باشه. در محیطی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، که گفتم محیط جاهلیت بود، در اطراف از این امپراتورها بود، اما کسی که در او اثر موفق بدر آمد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. امپراتوری فارس یک طرف، امپراتوری روم به دیگر. شما تأثیر دین اسلام از دمشق و تا عراق و تا مصر و تا ایران و تا فراتر از او در او زمان میبینین. چرا یک نمونه موفق بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ در این شکی نیست که خداوند دوره مبعوث کرده بود، او را خلق کرده بود، او را آفریده بود با همی صفات. اما باید بدانیم که چی چیزای راز موفقیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده، چطور یک نمونه موفق بود، یک نمونه موفق چطور میتونه باشه. اینطور شده نمیتونست که یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم علیازم بالله امانتدار نمی بود، باز یک روز امانتدار می بود، باز روز دیگه امانتدار نمی بود. همیشه به امانت داری مشهور بود، از ابتدا تا به انتها. همیشه با صداقت رفتار میکرد. وقتی که برش گفتن از در گذشت پسرش ابراهیم، و در امون روز اتفاقا که خورشیدم گرفته شده بود و همه مردم گفتن که خورشید گرفتگی به خاطر در گذشت فرزند توست، گفت نه، هیچ ارتباطی به این مسئله نداره. ببینین کسایی به خاطر شهرت از هر چیز استفاده میکنن، از هر لحظه و هر زمان، اما بازم علیازم بالله صداقت پیغمبر خدا زیر سوال میرفت. اگر خدا نخواسته، گفتم علیازم بالله، به این ذهنیت مردم او هم از امی استفاده میکرد، میگفت امی خوب است. یک نمونه بسیار کوچک، اما یک مثال بسیار بزرگ برای همیشه برای همه ما. او چیزی را که میگفت به او باور داشت، این بسیار مهم بود. هر چیزی را که میگفت باور داشت، با صحبتش بسیار ساده روشن همگی او را میفهمیدن که چی میگن، همه صحبتش را درک میکردن، برای همگان قابل پذیرش میبود حرفش. پرگویی نمیکرد، که انشاءالله ما هم با طبیعت زمین خصلت پیغمبر
خدا صلی الله علیه و سلم کوشش میکنیم که به پرگویی نریم. حتی در مورد مسئله‌ای که هر قدر داری حرف زده شود، هر قدر گفته شود، ای تکرار هم نخواهد بود و اضافه هم نخواهد بود، بلکه کم بود است. زیبا و دلنشین سخن میگفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و باز در اطرافیایش، نزدیکاش به این باور داشتن، اعتماد داشتن. این هم بسیار مسئله مهم است. خب از خصلتایشی بود که بین مردم فرق ایجاد نمیکرد، با همه تعامل داشت، با همه مسلمان ها تعامل داشت. یکی از صفات بدی که امروز است که مردم جدا میکنن از هم، عالم دین با استاد پانتون به جنگ مندازد، طالب مدرسه را با متعلم مکتب و همینطور ده ها مسئله دیگر. در سختی ها صبر میکرد، در پیروزی مغرور نمیشد، شکر میکرد، شکر خدا را همیشه به جا می آورد. اینا لیج علمای کرام هستن، گفتم گستاخی نشه، تنها در مسئله صبر و شکر کتاب ها اگر نوشته شود کم است. خب در این روز یا در روزهای زندگی خود یا در حیات خود باید ما به این چیزها بیندیشیم، این چیزها را بیاموزیم. یعنی چیزهایی است که باید از قلب تاریخ علما، دانشمندا این را بدر بیارن و بیشتر به خورد مردم بدن و آن چی بوده مردم بیاموزن در باری پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. در حالی که این صفتها را داشت، هیچ امتیازی به خود قائل نبود. انما انا بشرم مثلکم، من یک بشر هستم مثل شما. این شما تصور کرده میتونین که مصطفی رسول برگزیده خدا، آخرین پیغمبر، آخرین امانتدار بشر، پیام الهی، میگه من یک بشر هستم مثل شما. آیا جای آموختن نداره این حرف و این گفته و این روش و این رفتار؟ پیغمبر خدا را در وقتی در بین مسلمان ها می بود، در جایی می رفت، کسایی که ندیده بودن کدام فرق دیگه با دیگران کرده نمی تانستن، کسانی که به حضورشان قبلا نرسیده بودن، مثل مردم بود، مثل همه مردم. از تعصب قومی و قبیله‌ای نفرت داشت، خوش نداشتی را. یه مسئله بسیار بسیار اساسی است. و کسایی که دست به این مسائل می زدن، با آبا و اجداد خود افتخار می کردن، اونا را پرهیز می داد از این مسئله. فروتنی داشت، بسیار متواضع بود. شما شنیدین که از زبان علما که وقتی نواده پیغمبر خدا امام حسین علیه السلام در بالای نماز در انگام سجده و دوش پیغمبر خدا بالا میشه، او سجده را طولانی میکنه. یا زمان گریه یک طفل را میشنوه، از او بخش مستحبات نماز میگذره و نماز خود کوتاه میکنه. اینا همگیش آموزه هاییست که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما مانده. دلسوز بود، واقعا به مردم دلسوزی داشت. و خداوند پاکم در کلام الله شریف در این رابطه یاد کرده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. و وقتی در اثر ناروای بعضی از مردم پیغمبر خدا بسیار متاثر شد و بسیار زیاد متاثر شد، آیت کریمه نازل شد که فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. آیا به خاطر رفتار ناروای از اونا که به این حرف حدیث ایمان نیاوردن خود هلاک میکنی؟ ای از دلسوزی بود که به مسلمان ها داشت، اونایی یا به مردم داشت یا اونایی که حرف نمیپذیرفتن، او دلسوز بود
میدانست که عاقبت اجتناب مردم از طرف حق بر مردم چی خواهد بود، نتیجهش چی خواهد بود. بشارت بده، مژده بده، مردم به نفرت ننداز، آسان بگیر و سخت نگیر با مردم. همیشه بشارت میداد برای تبلیغ. وقتی که مردم میرفتن به جای، میگفتن امید بدین به مردم، بشارت بدین. به اهل ایمان میگه که نماز بخوانین، اگر استاده نمیشه نشسته، اگر نشسته نمیشه خوابیده، اگر نمیشه به اشاره. روز اگر سلامت هستین روزه بگیرین، اگر به صحتتان چیز روزه نگیرین، اگر وضو کنین، اگر مشکل دارین یا آب میسر نیست تیمم کنین. آسانگیر بود. درباره ایمان، ایمان که به اجبار در قلب مردم نمیاد، یعنی چیزی ره که اسلام میخواهد، او ایمان است نه اسلام اجباری. و ایمان در قلب با فشار داخل شده نمیتونه. اونمو بود که موعظه حسنه را یاد میکرد، ادفع بالتی احسن. یک صفت دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می بود که وقتی که اعتراض میشد دفعتن دوباره اعتراض نمیکرد، نصیحت میکرد، حوصله داشت، صبر داشت، بردباری داشت. خب همه اینها که گفتم فقط در محتوای یک آیه کریمه، من خدمت شما یک اشارات بسیار مختصر داشتم. این ایجاب تحقیق و تحقیق می کنه، خصوصا برای نسل جوان، خصوصا برای نسل جوان که یک وقت جوان مسلمان اینطور فکر نکنه که ما چیزی نداریم. خب اگر در دنیای امروز بین جوامع اسلامی و سایر جوامع فاصله ایجاد شده، او بنابر غفلت است که مسلمان ها از پیروی از امی اسوه حسنه کردن. اتون نگوییم که دنیا یک دنیا به یک جای رسیده و ما نمیرسیم. ما بخاطر در اولم اشاره کردم خدمت شما که در صدر اسلام، در حالی که امپراتوری ها به جای دیگه رسیده بودن، اما جزیره العرب در جاهلیت غرق بود، در فقر جاهلیت بادیه نشینی و افکار قبیلوی منحط. امروز هم اگر شما این فاصله رو میبینین بین دنیای اسلام، جهان اسلام و دنیای دیگه، مسلمان ها نباید مایوس باشه. شما به خود، به نیروی خود، با آنچه، با میراث معنوی که شما دارین و رهنمای زندگیتان است و چراغ فراه راهتان است برای همیشه، این رو اونایی که از ادیان دیگه منحرف شدن یا اونایی که بیدین هستن این چیز ندارن. و انشاءالله که خداوند پاک ما را در راه کسب رضایش و تطبیق احکام دین و پیروی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توفیق نصیب کنه. و برای همه شما بهروزی می خواهیم در مورد مسائلی که به سرنوشت امروز و فردا تعلق داره. بیشتر دوست گرامی ما ناصری صاحب هم صحبت های داشتن. من یقین دارم که امروز در بین ملت ما، مردم ما، او بیداری به میان آمده و در جایی که بیداری به میان نامده باشه، به همت علمای ما، به همت روحانیون ما، دانشمندای ما، مستفیدای ما، جوانای ما، مردم با فهم و با درک ما، ذهن مردم امروز روشن است و متوجه سرنوشت خود هستند. و بر از اینکه تبلیغ انتخاباتی نشد، اما قدر میگم که انتخابات بسیار مهم است، سرنوشت است. برین با پای صندوق ها از رأی نظارت کنین، رأی تان کس به جیب خود نزنه، دوباره تقلب سرنوشت رقم نزنه. اینه که به کی باز رای میتین او اختیار خودتان. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر هستم.